والصلاة على نبيه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. صدق الله مولانا العظيم. خوشحالم که در مراسم ویژه به مناسبت بازگشایی اتاق تجارت و صنایع زنان حضور دارم. سپاس ویژه از رهبری وزارت صنعت و تجارت و همچنان از رهبری اتاق تجارت و صنایع با همکاری و هماهنگی با همدیگر این زمینه را مساعد ساختن تا این اتاق به فعالیت آغاز کند، خوب کار را برای خواهران هم بکند. در دین مبین اسلام تجارت و صنعت حائز اهمیت ویژه‌ای است. در قرآن عظیم الشان بارها از تجارت یاد شده و رسول الله صلی الله علیه و سلم فرموده است که در 10 حصه از رزق 9 حصه آن در تجارت است و 1 حصه دیگری آن در سایر بخش ها. همچنان در روایت آمده است از حضرت ابراهیم نخعی رحمه الله پرسان شد: یک کسی که همه وقت مشغول عبادت می باشد و کسی دیگری مشغول تجارت می باشد، میان آنها کدامشان بهتر است؟ ابراهیم نخعی رحمه الله فرمود: کسی که تجارت می کند بهتر است، چون شیطان همیشه او را وادار به معامله درست در پیمانه اجناس و همچنان در فریب دادن با جانب مقابل بکند، اما او خود را از آن نگه می دارد، گویا به نوعی جهاد می کند. به هر کیف، در دین مبین اسلام چنانه که بر مردان زکات که رکن 4 اساسی دین مبین اسلام است فرض است، در خانم ها هم فرض است. از این دانسته می شود که همانند مردان، خانم ها هم می توانند تجارت بکنند و همچنان در بخش صنعت نقش داشته باشند. هرگاه ما به تاریخ اسلام مراجعه می کنیم، در صدر اسلام در عهد پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم خانم های بودند که در بخش های مختلف تجارت می کردند. چنانچه اسماء بنت مخزمه رضی الله تعالی عنها او تجارت عطر را می آورد و مادرش او را در مکه مکرمه و همچنان در مدینه منوره به فروش می رسانید. همچنان خانم دیگری بود به نام خومه بنت توقیت، می گویند او چون بسیار زیاد عطر می فروخت، یعنی کاروبار عطر او بسیار رونق داشت، به نام عطاره مشهور بود. یک مرتبه نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم رفت. رسول الله صلی الله علیه و سلم از حضرت ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها
پرسید که عطر نخریدی؟ باز حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها گفت که این بار برای فروختن عطر نیامده، بلکه برای شکایتی که از شوهرش داره آمده. همچنان در عهد پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم خانم های بودند که در بخش زراعت مشغول کار بودند. در یک روایت آمده است که انبوه بود که شوهرش او را طلاق داده بود و او هنوز در زمان عدت بود. یک مرتبه او بیرون برآمده بود برای اینکه از کشت های خود، از باغ خرمای خود دیدن بکند. علیه و سلم وقتی که این حرفها را شنید برای نفر گفت که او را بگذارید که برود تا کشت خود را و باغ خود را ببیند و ممکن الله متعال از برکت این کشت، از برکت این باغ برای او نفع نصیب بکند. یعنی او وقتی که ثمره آن باغ را به فروش برساند برای او فایده بمانه و او نفقه خانه خود را پیش ببره. به هر حال در دین مبین اسلام چنانه که مردان بتوانند تجارت بکنند، زنان هم بتوانند تجارت بکنند. در عصر امروزی در قرن 21 میلادی رشته های زیادی هست. از مردان زنان بهتر میتوانند که خدمت بکنند و تجارت بکنند و در بخش صنعت آن نقش داشته باشند. مثلا در بخش البسه و غیره در جامعه اسلامی برای مردم مسلمان افغانستان نسبت به اینکه مردان البسه را تهیه بکنند و فروش برسانند، به خصوص البسه زنانه را، اگر این کار را زنان بکنند بسیار بهتر است. بر علاوه از اینکه آنها رزق حلال به دست می آورند، بلکه می توانند مشتریان زن بسیار به آسانی، بسیار به سهولت، مطابق میلشان، مطابق شوق و ذوقشان البسه را بخرند. این به طور نمونه یک مثال یاد کردم. همچنان مثلا زیورات خانم هاست، اگر خانم های ما، خواهران ما مردان خریداری میکنند، اگر نسبت به آن اگر از زنان خریداری میکنند، این هم برای خانم ها و مادرای ما بهتر است. حجاب مراعات می شود، عفت و حیا مراعات می شود و هم برای خانم هایی که می فروشند سبب و دست آوردن رزق حلال می شود. ما امیدوار هستیم در این هم حضور دارم، به خصوص محترم نادمی قدرت الله جمال صاحب که در بخش حکومتداری از تجربه بسیار فراوانی برخوردار هستند و دارای بسیار لیاقت و صلاحیت فوق العاده هستند. در این عرصه با هماهنگی و با همکاری با اتاق تجارت و صنایع زنان کار بکنند و زمینه های خوبتری را با در نظر داشت رهنمودهای دین مبین اسلام و با در نظر داشت ارزش های و فرهنگ افغانی برای خانم های ما زمینه های را مساعد بکنند تا آنها بتوانند رزق حلال به دست بیارند. امارات اسلامی افغانستان که مسیر خودکفایی اقتصادی را اختیار کرده است و می خواهد تا کشور خود را و پای خود از نگاه اقتصادی استفاده بکنه، چون ما و شما دیده ایم در 20 سال گذشته تنها 26 میلیون دلار خرج شده، یعنی یک درصدی بسیار کمی که حتی از 1% هم کم پول در بخش صنعت خرج شده، چون آن زمان اراده برای این وجود نداشت تا افغانستان از نگاه اقتصادی با پای خود استفاده شود، بلکه تلاش برای این می شد تا افغانستان همواره نیازمند جامعه به اصطلاح جهانی و به خصوص جامعه غربی بوده باشه